همراه هستیم با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی از نیویورک. خیلی خوش آمدید آقای فرهنگ. این کاهش تعداد سانتریفیوژ های مربوط به غنی‌سازی 60% به چه معناست؟ ببینید، تقابل ایران و آمریکا دو بعد کاملا متفاوت داره. یکی مربوط به برنامه هسته‌ای ایرانه و دومی مربوط به توسعه طلبی و یا نفوذ نظامی و سیاسی ایران در منطقه. از جهت آمریکا، اولویت سیاست خارجی آمریکا مهار برنامه هسته‌ای ایرانه. اتحادیه اروپا، چین و روسیه هم از این جهت کاملا هوادار آمریکا هستند. بنابراین نگرانی هایی که آمریکا در منطقه از ایران داره، اون یک امر عادی و که در روابط بین المللی بی سابقه نیست. اما داشتن سلاح هسته‌ای یعنی اینکه پایان اهدام من گسترش و تسلیحات هسته‌ای. اگر ایران حتی بالقوه بتونه سلاح هسته‌ای بسازه، ترکیه هم میخواد، عربستان سعودی هم میخواد، امارات هم میخواد، مصر هم میخواد. یعنی واقعا پایان اهدام من گسترش تسلیحات هسته‌ای که طرفداران بزرگی در سراسر دنیا از جمله کشورهای بزرگ داره. بنابراین ایران و آمریکا دارن چونه میزنن و به نظر من به احتمال قریب به یقین مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم بین ایران و آمریکا ادامه داره که بتونن به توافقی برسن، یعنی احیای برجام که برای طرفین قابل تحمل. آقای فرهنگ، الان اسرائیل اعلام کرده که در بحث مذاکرات برجامی ورود نمی‌کنه. دلیل این تصمیم چی میتونه باشه؟ به این دلیل که نگرانی‌های اسرائیل با مال آمریکا تفاوت کیفی داره. ایران در جنوب لبنان، در سوریه امنیت اسرائیل رو تهدید میکنه و در واقع خود اسرائیل هم در واقع عناصر بسیار زیادی هستند که برجام رو میپذیرن و معتقدن که فعلا برنامه هسته‌ای ایران باید مهار بشه. بنابراین این اختلاف تاکتیکی، اختلاف اساسی بین موضع اسرائیل که خطر ایران رو جدی و نزدیک میبینه، در حالی که از نظر آمریکا اون یک خطر معمولیه که دیر یا زود از نظر آمریکایی‌ها ایران سرش به سنگ می‌خوره، ولی برنامه هسته‌ای یک خطر دیگری است که جنبه جهانی و بین‌المللی داره. اختلاف بین اسرائیل و آمریکا دلیل بر این نیست که مواضع مشترکی در رابطه با ایران نداشته باشند، ولی در این مورد خاص حداقل در کوتاه مدت با هم اختلاف دارند. سپاسگزارم از شما. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی از نیویورک همراه ما بودید.